در طول این مجموعه آموزش بارها و بارها به سراغ تنظیمات اطلوک رفتیم. اما با توجه به اهمیتی که این موضوع داره، در این درس مروری دوباره بر تنظیمات نرم افزار خواهیم داشت. به سربرگ فایل میریم و تنظیمات نرم افزار رو باز میکنیم. در قسمت جنرال به برخی از پیکربندی های عمومی دسترسی داریم. مواردی مانند پس و تم برنامه های آفیس. ممکنه شما در رایانه خود پس زمینه رو نداشته باشید. چرا که این مورد تنها پس از ساین این کردن به نرم افزارهای آفیس دیده خواهد شد. اجازه بدید ساین این کردن به نرم افزارهای آفیس رو بیاموزید. بدین منظور در ابتدا این پنجره رو میبندیم سپس به سربرگ فایل رفته بر روی آفیس اکانت کلیک میکنی. پس از اون در صفحه مقابل بر روی ساین این کلیک کرده منتظر بارگذاری صفحه میشید. حالا از ایمیل یا همون حساب کاربری خودمون در سایت مایکروسافت استفاده می کنیم. همینطور که در اینجا دیدیم ایمیل هر فرد در وبسایت outlook.com میتونه به عنوان حساب کاربری وی استفاده بشه. به هر حال با کلیک بر روی نکست کار رو ادامه میدیم. جهت تکمیل فرایند باید کلمه ی عبور رو وارد کرده بر روی ساین این کلیک کنیم. نرم افزار به سرور مایکروسافت وصل شده و در صورتی که اطلاعات صحیحی درج کرده باشید پس از لحظاتی فرایند ساین این تکمیل میشه و در صفحه آفیس اکانت این موضوع کاملا مشخصه. هر زمان خواستید از حساب کاربری خود خارج بشید بایستی از ساین اوت استفاده کنید. این موضوع رو در همینجا بسته و به تنظیمات نرم افزار اوتلوک باز میگردید. اگه یکی از گذینه های آفیس بگران رو انتخاب کنیم سپس پنجره رو اوکی کنیم میبینید که تم نمایش داده شده در این قسمت از پنجره اعمال شد. به منظور ادامه یادگیری به آپشنز برمیگردیم. در قسمت میل به گذینه های مربوط به ارسال و دریافت ایمیل ها دسترسی داریم. به عنوان مثال میشه این تیک رو فعال کرد تا پیش از ارسال نامه ها املای واژگان اونها بررسی بشه. و یا همونطور که در فصل هشتم دیدیم با رفتن به بخش تقویم میتونیم موارد مرتبط با تقویم و کارها و جلسات درون اون رو تنظیم کنیم. برای نمایش تصویر یک فرد میشه به قسمت پیپل رفته سپس این تیک رو فعال نمود. و یا در بخش تسک میتونیم تنظیمات مربوط به وظایف رو بسته به نیاز تغییر بدیم. در بخش تنظیمات پیشرفته میشه بسیاری از پیکربندی ها رو ویرایش نمود. به عنوان مثال فولدر پیشفرزی که پس از باز شدن اتلوک به نمایش در میاد با کلیک بر روی این دکمه قابل تنظیمه. کاربران حرفه‌ای نرم افزارها رو بسته به نیاز خودشون تنظیم میکنن. توصیه میکنیم شما نیز با دقت دقیق دقایقی رو صرف مرور تنظیمات اتلوک نمایید. بدین صورت میتونید از حد اکثر توانایی های این برنامه بهره ببرید.